بسم الله الرحمن الرحیم آخر الزمان خانواده تمدن بچننه معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه سه بسم الله الولی یک خانواده فقط یکی از موضوعات و عناصر تشکیل دهنده انسان آخر الزمانی نیست بلکه کارگاه مرکزی و علت و باعث برپایی آخر و زمان و همچنین مقصود نهایی این واقعی عظیم در تاریخ است. همانطور که سرآغاز زمان و تاریخ بشری هم پیدایش نخستین خانواده آدم هوایی بوده است. دو اصلا مدرنیزم و تکنولوژیزم که در لغت به معنای ایان شدگی و برونفکنی انسان می باشد چیزی جز برونفکنی خانواده نیست و اساس هر برونفکنی دیگری از برونفکنی خانواده است که همان واقعی تدریجی فروپاشی و انحلال خانواده می باشد سه خانواده همچون حفاظ و حجاب و ظلماتی است که مانع ظهور و بروز و برونفکنی نفوس اعضای خیش است و به بیان دیگر هر که قصد ظهور و برون نفس خود را داشته باشد به جبر یا اختیار از خانواده خروج می کند که حداقل این ظهور و بروز به صورت ازدواج رخ می نماید به خصوص اگر ازدواج با کسی در خارج از نژاد خود باشد چهار. همانطور که آخر و زمان آستانی برود به قیامت پنجاه هزار ساله است و قیامت هم طبق تعریف قرآنی ارسی ظهور باطن نهان انسان هاست ازا این ظهور باطن انسان ها اولین محدوده ای را که تحت تأثیر و اختلال قرار می دهد و حدود کوهن آن را می شکند خانواده است. زیرا خانواده دائمی ترین تکیگاه و مقر اسکان نفوس آهاد بشر است. پس آخر و زمان و قیامت خانواده زودتر از هر عرصه دیگری از تمدن بشری آغاز شده است و زمینه قیامت سایر قلمروهای حیات اجتماعی است. پس خانواده مرکزیت این قیامت را عهدهدار است و کانون انفجار همه قیامت های دیگر است و در این حال ضد قیامتی ترین کانون قیامت هم می باشد که این دیالکتیک قیامت است. 5. اصلا ازدواج یکی از فطری ترین اراده به ظهور در انسان است. اراده به ظهور در انسانی دیگر به نام همسر. و همین دلیل است که به راستی به قول قرآن کریم همسر هر کسی عین نفس خود اوست و لذا ازدواج به معنای ازدواج هر کسی با باطن خیش است. ازدواج بین ظاهر و باطن. 6. اراده به ظهور در امر ازدواج نهایتاً به صورت تولد فرزند تجسم کامل مییابد و لذا فرزند به معنای وسیع و وارث و ادامه ی والدینش محسوب می شود و نیز راز یکی از مهمترین جدالهای زناشویی بر سر تصاحب فرزند که وسی کدام یک از این دو باشد که ای چون این جدالی فقط بین زن و شوهری وجود ندارد که به وسال و وحدت قلبی رسیده باشند. هفت ولی ظهور در قلم رو به خانواده چهارچوب و مقررات و حدود ویژه ای دارد و بیش از این را نمی میطلبد و نه مجال ظهور میدهد و باقیش را سرکوب و یا ترد و اخراج می کند. و از اینجاست که خانواده به عنوان کانون ظهور ضد ظهور و قیامت ضد قیامت درک می شود. زیرا ظهور همان قیامت است و قیامت از روز هفتم خلقت و پس از آفرینش انسان آغاز شده است و این همان روز پنجاه هزار ساله است. هشت و اما محدوده و قوانین ظهور در خانواده چیست؟ ظهور زن، ظهور شوهر و ظهور فرزندان این همان محدوده مالکیت هاست مالکیت عقیدتی، بکری، عاطفی، اقتصادی و اداری و ارادی. نو. باید درک نمود که ارادی به ظهور در انسان به طور کلی همان اراده به توسعه و رشد و خلاقیت است. برای زن و شوهرهایی که فعالیت اجتماعی دارند، محدوده این ظهور وسیع‌تر است، ولی برای کسانی که عمده فعالیتشان در خانه است، کل اراده به ظهور در حریم خانواده محدود شده و به اشد خود میرسد که این وضعیت برای زنان خانه دار مستاق دارد که شوهر و خانه و فرزندانش قلمروهای ظهور و رشد و خلاقیت اویند و لذا نسبت به آنها دچار شدیدترین احساس مالکیت میشود و بزرگترین مانع ظهورشان میگردد و این همان مسئله مادر سالاری و زن سالاری پنهان در خانه هاست که درباره زنان خاندار به شدید ترین حد می رسد. ده، شغل، طبیعت و روابط اجتماعی سه قلم رو به محسوس و عینی ظهور هر انسانی است. زیرا ظهور هر کسی در غیر خیش تحقق می‌یابد، از ظهور مادی یا معنوی و روحانی 11. احساس مالکیت اعضای خانه نسبت به یکدیگر به دلیل آن است که قلمروهای ظهور همدیگرند و باید درک کرد که ظهور انسان در سایر انسانها قلمرو به اشد ظهور معنوی و قلبی و روحی اوست و لذا مهمترین قلمرو به ظهور انسانی هر بشر است و لذا روابط بین انسانها از همین منظر است که هرچه شدیدتر می شود عشق نامیده شده و منجر به شدیدترین ظهورات باطن می گردد از خیر و شر یعنی روابط عاشقانه ظهوری ترین قلم رو به حیات انسان هاست و نیز مالکیتی ترین رابطه هاست که گاه از مالکیت انسان بر اشیاء هم شدیدتر می شود که گاه برای حفظ آن کار به جنون و جنایت هم میکشد. ظهور هر انسانی در سایر انسانها همان واقعی خلق جدید انسان در آخر الزمان است که کامل ترین خلق هاست آنچه که عشق نامیده می شود عرصه ظهور انسانها در یکدیگر است و عرصه خلق جدیدشان در همدیگر ظهور زن و شوهر در یکدیگر و ظهور والدین در فرزندان و برای زنان خاندار که محدوده ظهورشان فقط خانه است شدت این عشق و ظهور و مالکیت و عوارض ناشی از آن به مراتب شدیدتر است و زنانی که امکان چنین ظهوری در داخل خانه را نمییابند میل به خروج از خانه مییابند به بهانه تحصیل علم و هنر و اشتغال امثالهم 16 هر فردی از اعضای خانواده میل دارد که سایر اعضا را به طور در و تمام و کمال قلم رو به ظهور و بروز و خلق جدید خود سازد و لذا تا به تحمل ظهورات دیگران را در خارج از قلم رو به خانواده ندارد به همین دلیل والدین از عاشق شدن فرزندان خود در خارج از خانواده دچار حراسی مرگبار می شوند. زیرا عشق شدیدترین عرصه ظهور انسان هاست و این مسئله در مادران صد چندان شدیدتر است زیرا فرزندان خود را در بست قلم رو به ظهور خود میخواهند خواهند. به خصوص اگر مادری خانهدار باشد و در بیرون از خانه روابطی جدی نداشته باشد. و این معنای فرزند خاری مادران است که فرزند خود را به طور دربست جولانگاه ظهور خودشان میخواهند. معمای ادابت مادر با عروس و داماد خیش از همین منظر است. چهارده فلزا افرادی که قلم رو به ظهور و بروز و خلاقیت خود را به مرسایی فراتر از خانواده و نژاد خود میبرند روابط معقول و عادلانه تری با خانواده و فامیل برقرار می و ستم درون نژادیشان کاهش می یابد. آدمی می از طریق تعامل علمی و فنی و هنری و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی هم با جهان روابطی خلاق برقرار نموده و عرصه علوم و فنون و هنر و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و طبیعت را قلم رو به ظهور و خلق جدید خود سازد. ولی انسانی ترین و ارزا کننده ترین ظهور و خلاقیت بشر در سایر انسانها امکان تحقق دارد که همان ظهور روحانی و عرفانی است و خلق جدید الهی که این مربوط به ظهور انبیا و علمای ربانی و حکیمان و عارفان و مصلحین و مربیان معنوی است. 16. باید درک کرد که اصولا انسان و جهان مدرن آخر و زمانی را فقط از منظر شناخت حکمت که به ظهور میتوان فهم نمود و به علم و معرفتی جامع و ذاتی که لایق این عصر باشد نائل آمد. و این همان حکمت حاکم بر مجموعه آثار ماست که اساس حکمت آخر و زمان و قیامت است و این یک حکمت قرآنی است که در آثار ما تبیین و تدوین گشته است و آن ظهور حق انسان است که منجر به لقای الهی یا لقای شیطانی می شود. و خداوند در کتابش به ما تعلیم می دهد که رابطه زناشویی بایستی قلم رو به لقای الهی باشد. سوره بقره آیه دویست و, بیست و سه. یعنی زن و شوهر بایستی آینه ظهور حق وجود یکدیگر شوند و حقی جز خدا نیست و این است حکمت زناشویی و خانواده در اسلام که بدون وجود امام مقدور نمی شود زیرا امام همان نور این ظهور است و بدون آن زناشویی در تاریکی به سر می برد که قلم رو به رسوخ اجنه و شیاطین می شود. هجده. پس درک می کنیم که تشکیل خانواده و رابطه ی آدم حبایی ذاتا قلم رو به برپایی قیامت بوده است یعنی عرصه لقاء الله و لذا با آفرینش آدم و حوا زمان شش روزه خلقت به سر رسید که این همان معنای آخر و زمان است و تجلی زمینی و خاکی این خلقت شش روزه همان تمدن شش هزار ساله از آدم تا خاتم است و لذا با ظهور پیامبر خاتم مواجه با ظهور آشکار قیامت در عالم و آدمیان هستیم که امروز به نقطه عطفی رسیده است. 19. انسان به میزانی که میتواند و میبیند که در انسان دیگری به عرصه ظهور و خلاقیت میرسد و موجب خلق جدید دیگری گشته است، نسبت به آن انسان احساس مالکیت و سلطه ندارد و آنچه که در این رابطه حاکم است بلایت و محبت الهی است که قلم رو به اختیار و رحمت مطلقه است پس جدالها و تملک عاطفی در خانواده و ستمها و شغابتها و آدم های عاطفی تماماً حاصل ناکامی افراد در ظهور و خلاقیت است که به جان یکدیگر میافتند تا یکدیگر را ببلند و به زور و زر و تزویر نمایشات عشق و ظهور برپا نمایند. 20 آیا به راستی ظهور و بروز و خلاقیت انسانها در رابطه با یکدیگر چیست؟ همان دین و تقوای الهی و محبت و گذشت و معرفت است. نظر و زور و تذبیر و زار و ایثار بازی های شیطانی همانطور که خطاب به زن و شوهرها فرموده که اگر تقوای الهی را رعایت کنید او را دیدار می کنید سوره بقره یک زن و شوهرها به واسطه انجام وظایف دینی و تقوا و محبت و گذشت عرصه ظهور یکدیگرند و در غیر این صورت چاه سقوط هم دیگر می شبند و از هم انتقام می ستانند. بیست دو هر انسانی در کمتر از انسانی دیگر نمی تباند به لحاظ روحی و عرفانی ظاهر شود و به حق وجودش برسد. روح انسانها آینه ظهور حق وجودشان است و چون جمال این روح رخ نمود در آفاق هم رؤیت می شود. 23 انسانی که میخواهد به واسطه علوم و فنون و هنرها در اشیاء و اجسام و جمادات ظهور نماید این همان ظهور شیطانی و دجالی است و این ظهور روحانی نیست بلکه سقوط روح در عالم جمادی و نباتی و جانوری است و این همان واقعی ظهور درک اسفل است 24 آنکه میخواهد در خانه با اتومبیل و تکنولوژی ظهور کند در درک اسفل سقوط می کند. 25. و آنکه میخواهد در تن خود یا سکس ظهور کند تن خود را محل ظهور شیطان کرده است. 26. اصولا کسی که میخواهد در خودش و از خودش ظهور کند به تسخیر ابلیس در میآید حتی اگر اهل دین و فلسفه و عرفان و هنرها باشد حق ظهور خود در غیر خود است و این سنت خدا در کار آفرینش انسان است که انسان را مظهر تجلی خود ساخته است و این همان گوهری رحمت و محبت الهی است 27. زنی که میخواهد خود محل ظهور خود باشد و به واسطه ی همسر و فرزندانش تعریف و تمجید و پرستش شود محل ظهور شیطان می شود و این داستان اکثر زنان در این دوران است 28. پس باز هم درک می کنیم که آخر و زمان و قیامت برخواسته از بطن رابطه زناشویی است و هر ازدواجی برپا کننده قیامت طرفین است و این است که عموما از فردای ازدواج نادم میشوند زیرا نفس اماره و کافر آدمی خواهان قیامت خود نیست زیرا در اولین مرحله از این قیامت جز کفر و جهل و فسق و جنون آشکار نمی شود و فقط اهل تقوا و معرفت حق این واقع را در میابند و به واسطه اش هدایت می 29. هرچند که پدر و مادر نخستین ما یعنی آدم و حوا در برپایی نخستین قیامت بشری قافیه را باخته و رحمت و محبت بهشتی پروردگار را از دست داده و به شیطان شقابت و ادابت دچار گشتند و هر ازدواجی تکرار همان واقع است ولی ما به عنوان مسلمان حق نداریم آن فاجعه را تکرار کنیم و امن شدیم که از آدم و حوا عبرت و این جز به قدرت عرفان نفس ممکن نیست زیرا آدم و حوا نه خودشان را میشناختند و نه شیطان را زیرا شیطان بر جای آنها و از منظر نفس آن با آن دو سخن گفت و آن اراده به جاودان سازی بهشت شهبانی و جنسی بود و این اراده قلمرو به رسوخ شیطان در رابطه است سی اراده به ظهور در همسر جز در ارادی به شناخت خود در همسر محقق نمی شود و در غیر این صورت فقط شیطان است که از طرف این ظهور می کند. از برای کسی که ازدواج را عرصه جاودانگی شهوت جنسی می خواهد. سی یک. رابطه جنسی فقط برای مبادله روح است تا هر فرد بتواند باطن خود را در آینه روحش در طرف مقابل نهاده رؤیت نموده و بشناسد پس اهل ایمان و معرفت کسی است که هر آنچه را که از خود در طرف مقابل میبیند خوب و بد نکند و بلکه جمعا بپذیرد و در آن تعمل و تفکر نماید و از بدیهای خود توبه کند و احمق کسی است که صفت خوب را از خود و بدش را به همسرش نسبت دهد از نفس خود شما برایتان همسری آفریدیم قرآن از زن و شوهر به تدریج در یکدیگر آفریده می شوند و این خلق جدید است که یا الهی و یا شیطانی است و این بستگی به درجه تقوا و ایمان و معرفت دارد سی و, دو. و آنان که از شناخت و خلق جدید الهی خیش در رابطه با همسر ناتوان و معیوس میشوند فرزندان را ابزار و تعمه این کار می سازند و اینان ظالمترین و شقیترین والدین هستند و به زودی فرزندان خود را به بدترین دشمنان خود بدل می سازند. سی و سه نجات پرستی به عنوان قلم رو به کفر و شقابت تاریخی بشر همین است که والدین فرزندان خود را کارگاه خلق جدید خود سازند و همه آرمانهای ناکام خود را از آنان مطالبه کنند. این عرصه اساس همه مظالم بشری است. کسی که همسرش را ظرف تخلیه شهوات خود میخواهد، فرزندش را هم ظرف تخلیه همه هقارت خود می سازد، و این دو ظلم عظیم است که هسته مرکزی همه ستم ها در جهان است و همه عذاب ها و ادابت ها و شقابت ها. سی و چهار درست است که ارادی ذاتی ازدواج و زناشویی و خانواده همان ارادی که به ظهور و خلق جدید الهی و رسیدن به حق حیات و هستی انسان است. ولی آمه بشری به انگیزه ارزای نیاز جنسی و رهایی از تنهایی و تولید مثل ازدواج می کنند که اینها هدف ازدواج نیستند بلکه شرایط و امکانات ظهور ذات وجود یکایی که اعضای خانواده است پس آمه مردم وسیله را هدف قرار می دهند ولذا به سرعت با کل زندگی خانوادگی خود به بنبست رسیده و به روشهای های مکارانه و نادرست راه های خروج از خانواده را جستجو می کنند که خود موجب مفاسد و مظالم جدیدی می شود. مثل چند همسری، خیانت و طلاق عاطفی یا فیزیکی. سی و پنج. بزرگترین سوء تفاهم و مالیخولی حاکم بر خانواده ها این است که تولید مثل را به جای خلق جدید روحانی و هستی سرمدی خود قرار می دهند. ولذا فرزندان خود را عین جاودانگی خود میپندارند که این جنون اساس نجات پرستی به عنوان سرچشمه همه کفر و ستم و فساد در جوامع بشری است این همان فرزند مهربانی و نجات پرستی به جای خدا پرستی و نزاد پرستی است که اساس این تبهم و کفر همان مادر است زیرا خود را خالق فرزندان خود میپندارد پس توقع پرستیده شدن دارد که اگر به این انتظارش نرسد از کل خانواده انتقام میستاند الا این که به خدایت آید و به راستی از چنین نگرشی توبه نماید سی و شش. با شروع زندگی زناشویی هر یک از طرفین همسرش را مظهر خلق جدید و ظهور حق و وجود خودش میپندارد و لذا خود را در طرف مقابل میپرستد ولی این جریان عمری بس کوتاه دارد که همان عمر ماه اصل است یا حد اکثر سال اصل هرچند که عمر این اصل امروز بسیار کوتاهتر شده و گاه به یک شب هم نمیرسد زیرا اکثرا تجربه رابطه جنسی قبل از ازدواج دارند و دوره اصل را پیشا پیش سپری کردند. سی و هفت پس از سپری شدن عمر اصل زندگی همه امیدها به فرزندان معطوف می گردد تا فرزند مظهر حق وجود و حیات جاوید زن و شوهر گردد و لذا نبردی هولناک بر سر تصاحب فرزند آغاز می شود که تا دم مرگ ادامه می یابد و این تلاش نهایتا موجب فرار فرزند از قلم رو به خانواده می شبد. که اگر نشود حاصل کار یک بچه قول و بچه ننه است زیرا در نبرد بین تصاحب فرزند به عنوان مظهر جاودانگی این زن است که عموما پیروز می شود. سی و هشت بچه باید تا ابد بچه بماند تا ظرف ظهور اراده مادرش باشد و مادرش را در همه حال ستایش و پرستش نماید. و مادر به گونه احساس خدایی و جاودانگی نماید. پس یک بچه ننه موجودی میان توهی و پوک و بیهویت است که به میزانی که مادرش را میپرستد و خدای خود قرار میدهد از جانب مادرش مورد التاف قرار میگیرد و تایید میشود و احساس وجود میکند. که احساسی دمدمی و بیریشه و قهدی زده است زیرا بلا وقف بایستی مادرش را بپرستد تا مادرش هم دستی بر سرش بکشد و این روندی فزاینده است سی و نو. این بچه ننه اگر پسر باشد به لحاظ شخصیتی موجودی هیچ و پوچ و بی اراده و مفعول است و ابتلایی به هم گرایی برای او امری نقد است و اگر ازدواج کند زنش را مادرش میخواهد و از زن خود جز مادریت نمیطلبد و این اساس پیدایش خانواده آخر و زمانی و تباه شده است قرآن کریم نیز خطاب به همین بچه ننه هاست که آیه زهار را بیان نموده است که ای مردان زنان خود را مادرتان قرار ندهید. چهل ولی این بچه ننه اگر دختر باشد موجودی هیچ و پوچ و شقی و کین و قلور می شود و مستکبر زیرا دختر ذاتا کانون ارادی به پرستیده شدن است پس مادرش قادر نیست که دختر خود را پرستنده خودش سازد پس چون این دختری از هرچه مادر و مادریت نفرت پیدا می کند زیرا عمری با مادری زیسته که می خواست او را بنده و پرستنده خود سازد چون این دختر بچه ای چون شوهر کند از شوهرش هم یک پرستنده کوروکر می خواهد. پس این دختر بچه ننه طبعا یک پسر بچه ننه را همسر ایدادش یابد پسری که او را همچون مادرش میپرستد و نه همچون زنش و این هسته مرکزی خانواده های آخر و زمانی است. مردی که عاشق مادر خیش است و زنی که با تمام وجود از مادر خود متنفر است و در عین حال میخواهد همچون مادرش پرستیده شود و این اساس یک خانواده باشگون سالار است زنی که از زن بودن و مادریت خود منزجر است و مردی که از مردانگی خود بیزار و فراری است این پیدایش خانواده ضد خانواده است و لذا فرزندان چون این خانواده باشگونی حقیقتاً بی پدر و مادرند و تحت ولایت شیطانی تربیت می شوند زیرا در رابطه بین پدر و مادرش جز انزجار و ادابت از خیشتن حاکم نیست. پدری که ضد پدریت در خیش است و مادری که ضد مادریت و زنانیت در خیش است. پس این دو انسان ضد فطرت خیشتن بنده شیطان می شوند زیرا شیطان دشمن فطرت انسان است یک دختری که از مادرش هیچ رحمت و امیتی ندیده در حقیقت مادریت در او عقیم است و بلکه ضد مادریت و رحمت است و این اساس پیدایش فمینیزم است که زنانیت ضد رحمت و مادریت است چون این دختر بچه ننه ای فقط یک پسر بچه ننه را شوهر ایدئال میابد فقط او را اطاعت و پرستش کند. پس این دختری مردوار می شود همانطور که پسر بچه ننه هم زن صفت می گردد. این مردباری و زن صفتی مطلقا به معنای پدید آمدن صفات مردانه و زنانه نیست. بلکه تلاشی مزبوخانه و ناکام است که هرگز محقق نمی شود پس این دو انسانی دوزخی و عقیم هستند. مردی که میخواهد زن باشد و نمیتواند و زنی که میخواهد مرد باشد و نمیتواند و لذا فرزند چنین پدر و مادری هم دوزخی اندر دوزخ است زیرا از همزیستی دو موجود بی وجود و ضد خود پدید آمده است و این بچه خسم هرچه رحمت و هویت و معنا و عزت و اراده در خویش است پس مطلوبترین لانه شیطان است که خسم انسان است و این بیانی از یک خانواده آخر و زمانی است که برای ادامه ی حیات خود جز تکنولوژی هیچ راه و روشی دیگر پیدا نمی کند. تکنولوژی به عنوان ولی و صاحب و ارباب و حافظ و رزاق خیش و کانون اراده و عقل خیش. این خانواده زمینه ی پیدایش دجالیت و دجال پرستی است. چهل و دو پس پیدایش خانواده آخر و زمانی دو مرحله دارد که مرحله اولش رجوع مرد به سوی تکنولوژی و جامعه تکنول سالار جهت پیدا کردن خلق جدید و حیات جاوید خیش است و رجوع زن خانه هم به فرزندش به عنوان مظهر خلق جدید و حیات جاوید خیش از چنین خانه ای نسلی بچه ننه پدید می آید که ازدواج بچه ننه ها با یکدیگر مولد فاز دوم خانواده آخر و زمانی است که قلم رو به سیطره شیطان است. در باطن و سیطره تکنولوژی بر همه اعضای خانواده در ظاهر. و این ظهور دجالیت است که باطنش شیطان و ظاهرش تکنولوژی است. چهل مرد در تکنولوژی به جستجوی ظهور خود برمیآید آید تا به حق جاوید وجود خود برسد و زن هم در وجود فرزندش به همین جستجو برمی آید. این دو جستجو و اراده به ظهور در رابطه ای دیالکتیکی منجر به ظهور خانواده آخر و زمانی و دجال می شود که دو قلم رو از سیطره شیطان است. زن در رابطه با فرزندش موفق به کشف دجال می شود و مرد هم در تکنولوژی خردجال را کشف می کنه. و سپس آن دجال بر خرش می نشیند و این ظهور دجال آخر الزمان است کودکی که تبدیل به شیطان شده همان دجال است همانطور که نخستین ظهور دجال در صدر اسلام هم یک پسر بچه بود که به رسول خاتم معرفی شد و اما خر دجال که حاصل جستجوی مردان در تکنولوژی جهت حق وجود خیشه است چه پدیده است؟ تکنولوژی انتقال سریع و شتابان تکنولوژی ارتباطات از اتومبیل تا اینترنت و ماهواره و تلفن و موشک چهر و چهار و آیا این دجال یعنی قول بچه ننه سوار بر خر تکنولوژی شتاب به کجا می رود و حامل چه چیزی است و چه مقصدی دارد؟ این دو عامل اراده به ظهور چون با هم متحد شوند منجر به ظهور شیطان می شوند. این همان ابلیس سلطان همه شیاطین است که بالاخره به دستان متحد مهدی و مسیح کشته می شود طبق روایات. چهل و پنگ در حقیقت هر انسان بچنن ای که پشت یک اتومبیل، هواپیما، کامپیوتر یا هر دستگاه و ماشینی نشسته است دجالی است که سوار بر خر است و به امر شیطان این خر را به سمت نابودگری هدایت می کند. دجالیت همان خودپرستی بشر است که به واسطه تکنولوژی در حالی که قصد اثبات و پرستش خود را دارد خود را تباه و حلاک می سازد. خودپرستی که منجر به خود براندازی می شود و این وارونگی به واسطه تکنولوژی انجام میپذیرد، زیرا تکنولوژی ابزار شیطان است و شیطان دارای وعده دروغین است و خسم انسان می باشد و بارون کار است. تکنولوژی ظهور دیو در آخر الزمان است. دیوی که به انسان سواری می ده. دجال همان بچه ننه است که سوار بر اتومبیلی تخت گاز به سوی جاودانگی میتازد تا به قدرت شتاب بر زمان و دهر که مهد هلاکت است فائقاید آید و سرمدی شود و بدین گونه خود و والدینش را هم جاودانه سازد به توهمات ابلیسی خیش و این سیر سقوط انسان کافر در درک اسفل است 48 این بچه ننه وقتی خر تکنولوژی را هم مسلح به فلسفه و معارف توحیدی و قرآن و مقدسات نماید محل ظهور خود ابلیس و دجال بزرگ می شود همانطور که نخستین دجال در عصر رسول اکرم صلی الله هم حافظ قرآن بود 49. تکنولوژی چون قداست و الوهیت یابد محل ظهور دجال می شود که ابلیس در صورت انسان است پنجا پس درک می کنیم که هیچ کس به اندازه انسان بچه ننه مظلوم و له شده اصر حاکمیت شیطان تکنولوژی نیست پس پیش از هر کسی مستحق نجات و رحمت پروردگار است و امام زمان برای نجات همین جماعت قیام می کند که نه پدری دارند و نه مادری او پدر و مادر و دوست و ناجی این یتیمان است یتیمانی که خود نابود شده و نابودگر شده اند پنجاه و یک بچه ننه ها قربانی والدینی هستند که به جای جهاد و محبت و گذشت و تقوای الهی برای ظهور حق و وجود خود دست به زور و زر و تزویر و زار زدند تا فرزندان خود را به پرستش خود بکشانند بی آنکه هیچ حقی از آنها بارث شده باشد و هیچ معنا و ارزش قابل قبولی از آنها به فعل آمده باشد پدران به زر و زور و مادران هم به تزویر و زار فرزندان خود را بنده و مرید خود ساختند تا بدین طریق احساس وجود بید کنند و در ذلت و حقارت و در یوزگی و هیچی و پوچی فرزندان خود احساس بزرگی و معنا کنند پنجاه هیچ کس ظرف ظهور حق وجود دیگری نمی شود. همانطور که هیچ کس خودش هم نمی تواند ظرف ظهور حق وجود خیشتن گردد. این خودپرستی و غیرپرستی دروی سکه کفر و جهل بشر است. ظهور همواره از رابطه متقیانه و رحمانی برمیخیزد از بین. و این همان قلم رو به هویت الهی انسان است. نه من نه تو فقط او و تجسم این هوی الهی همان وجود امام و عارف امامی است و بدون چنین اویی هیچ توی زناشویی عاقبت به خیر نمی شوند و لاجرم ظهور تباهی و نفرت و نابودگری یکدیگر می گردند و برای جبران این خسران عظیم فرزندان را تعمه تباهی خود می سازند تا تباهی خود را در وجودشان به پرستش بکشانند به زر و زور و یا تزویر و زار و کسی که به نیت تخلیه شهبت و فرار از تنهایی و تولید مثل خود برای ابدیت خود ازدواج می کند پیشا پیش امکان خلق جدید و ظهور حق وجودش را از دست داده است سوگند به پدری که می زاید. قرآن این است مردی که به راستی پدر می شود یعنی ولی که از صفات پروردگار است کسی که خود جاودانه اش را از خود زایمان کند که این زایش و آفرینش عرفانی خیشتن است و مادری که به بهانه بارداری گوهره مادریت و امیت و رحمت را در خود کشف نماید و زایمان کند و رحیم گردد اگر نه فراوانند، زنانی که ده شکم زاییده و عاقبت دیوی بچه خارند و از همه فرزندان خود در نفرت و اداوتی جا جاویدند و این است جهنم نابودی و جاودانه پنجاه و چهار پس مرد ازدواج میکند تا ولی شود و زن هم رحیم شود و این گوهره آفرینش جاودانه خیشتن است. پنجاه مرد ازدواج می کند تا پدریت و ولایت را تجربه و کشف کند و زن هم امیت و رحمت را ولی نه فقط نسبت به خانواده خود خانواده آزمون تعالی الهی روح زن و شوهر است خانواده باید دانشگاه و آزمایشگاه خداشناسی باشد که چگونه خداوند کل بشریت و موجودات جهان متناهی را می آفریند و رزق می بخشد و حفاظت و هدایت می کند بیان که از آنها توقعی داشته باشد. پنجاه و شش تجربه آفرینش فرزندان از رابطه زناشویی و روزی دادن به فرزندان و تعلیم و تربیت آنان جملگی قلم رو به تمرین الهیت است و خداشناسی تجربی. و اینکه آیا زن و شوهر استحقاق خلقت جدید رحمانی را دارند تا همچون پروردگارشان خالق خود و جهان برتری باشند. یعنی ازدواج و زناشویی و تولید مثل تجربه و تمرین الوهیت و امتحان ورود به دانشگاه خلقت جدید و حیات الهی است که آیا استحقاق مقام خلافت اللهی را دارند و یا بایستی به دشمنان خود یعنی شیاطین ملحق شوند. پنجاه و هفت پس بیهوده نیست که ازدواج در دین محمد به مسابقه نیمی از دین است و نیز سنت محمدی محسوب می شود زیرا سنت محمدی به عنوان رسول خدا فقط سنت معراج است و لقاء الله و خلق جدید و حصول به مقام خلافت اللهی است. 58. پس در هیچ دینی ازدواج چون این مقام و قداست و رفعتی ندارد که در دین محمد صلی الله در واقع ازدواج کارگاه معراج و لقاء الله است و آیه دویست و از سوره بقره آشکارا تایید کننده این ادعا است حال اگر چون این عمل مقدسی به حقش ادا نگردد و مورد سوء استفاده قرار گیرد موجب ابتلای به شیطان و ورود به جهنم می شود ازدواج نردبان تعالی و معراج است و نیز میتواند موجب سقوط در درک اسفل گردد. ولذا فرموده کسی که از ازدواج روی گرداند از دین محمد نیست. کسی که به عمد ازدواج نکند حتی اگر علامه دهر هم شود هنوز پا از قلم رو به قرایز حیوانی بیرون ننهاده است و رشد و تکامل روح را در نیافته است و اصلاً با روح آشنا نشده است همسر کامل ترین آینه خودشناسی است پس زناشویی قلم رو ظهور و بروز نفس ناطقه است و لذا بزرگترین مجاهدین و صابرین سیر الله اهل معرفت نفس هستند که زندگی زناشویی را کارگاه دائمی این صبر و جهاد میداند صبر و تقوا و گذشت و توکل در زندگی زناشویی عین صبر با خداست زیرا خداست که برای هر کسی همسری برمیگزیند پس کسی که همسر خود را لایق خود نمیداند در حال کفر و انکار و جنگ با خود خداوند است آیا به راستی چند درصد مردمان همسر خود را لایق خود میدانند و بلکه عین خود این بهترین میزان کفر و ایمان و خودشناسی دینی است. کسی که خود را برتر از همسرش میداند نسبت به خداوند استکبار برزیده است. شست وظایفی را که شرع مقدس برای زناشویی تعیین نموده است، جهت درک و کشف و تجربه الوهیت و خالقیت و ربوبیت و رزاقیت پروردگار در خیشتن است، تا خدا در خود شناخته شده و پرستش شود تا آستانه دیدار تا او پرستش شود نه خود نه اینکه زن به خاطر زایمانش خود را خدا سازد و همه را به پرستش خود وادارد و مرد هم به دلیل اینکه رزق الهی را به خانه می آورد خود را رزاق بخواند و سایرین را به پرستش خود بکشاند و سپس نبرد بین دو خدا در خانه و اگر زن مدرن هم میزاید و هم روزی را به خانه می آورد قصد دارد که خداییت خود را به تمام و کمال مصادره کند و مرد را از این رقابت بیرون راند و چننه ها معلول چون این مادرانی هستند که خلفای شیطان میشوند و نخستین انتقامشان را از مادر میستانند ستانند. شست و یک زنی که به خاطر همخوابگی مردش را بنده خود میخواهد در واقع خود را خدا نمی کند بلکه روسبی می سازد. و مردی هم که به خاطر رزقاوری زن خود را بنده خود میخواهد خدا نمی شود بلکه اربابی منفور می گردد. شست و دو. اکثر پدران و مادرانی که در این دوران با وجود داشتن فرزندان سر از آسایشگاه ها و خانه سالمندان در می خدایانی بودند که به واسطه فرزندان خود ترد و لعن شدند چون خود این فرزندان اینک تبدیل به خدایان گشتند. 63. در عصر مدرنیزم به قدرت تکنولوژی و دموکراسی نبرد خدایان در خانه ها منجر به انفجار و فروپاشی خانواده شده است. تکنولوژی ماشین القاره است که بر چنین خانواده هایی فرود آمده و این ظلم عظیم را ختم می کند. 64. آنچه که امروزه ازدواج را اینسان شاقه و ناممکن ساخته و سن ازدواج را بالا برده و مفاسد را به قایت رسانیده است و انسانها وقتی تن به ازدواج میدهند که دیگر روح زندگی را از دست داده اند به دلیل تکنولوژی پرستی در قلم رو به خانه است. وقتی قرار است که خانه ای مدرن با آخرین تکنولوژی روز مهیا شود تا دو نفر توان همزیستی داشته باشند پس این تکنولوژی است که بر روابط این دو حکم میراند یعنی شیطان ولی این ازدواج ها هنوز شروع نشده پایان یافتند با آتش ادابت و شقابت تکنولوژی حاکم بر روابطشان که زامن سعادت آنها گشته است. 65. وقتی قرار است که طلا یا مهریه زامن بقای زناشویی باشد، چون این ازدواجی پیشاپیش بر آتش ربا بنا شده است، زیرا طلا ذات ربا است. 66 دختر و پسری که جهت اثبات خدایی خود در زندگی مشترک کل جوانیشان را صرف کسب پول بیشتر، مدرک بالاتر جهیزیه گران قیمت تر و تکنولوژی برتر می کنند وقتی به هم میرسند دیگر نه دلی برای خود باقی گذاشته نه اسمت و عزت و شرفی که بخواهند سرمایه معنوی زندگی سازند ولذا با مراسم عروسی که بایستی ما باقی عمرشان بدهیش را بپردازند فقط بر جهنم وارد می شوند. ولذا ازدواج در این عصر به سرعت تبدیل به یک کابوس و دوزخ فرهنگی در سراسر جهان گشته و میرود که برای همیشه منقرض شود. 67. و هفت امروز هیچ کس جرأت پرداختن به این سوال بزرگ را ندارد که همه جوانان شعارش را می دهند که اصلا چرا باید ازدواج کرد؟ امروز پیر و جوان در خفا معتقدند که ازدواج بزرگترین حماقت و جنون است و این عین واقعیت است مگر اینکه برای ازدواج تعریف و مقصد و فلسفه دیگری داشته باشیم و راه و روش دیگری از ازدواج عرضه کنیم که این همه فساد و ظلم و جنون و جنایت و شیطنت و پلیدی را از این واقعی مقدس بزداید و عجبا که جوامع اسلامی و شیعی از این لحاظ به فجایعی هولناکتر از جوامع غیر اسلامی دوچارند. در هیچ جای دنیا شروط جنونی و شیطانی که برای ازدواج در جامعه ما پدید آمده وجود ندارد. این به معنای سقوط از رحمت محمدی است زیرا حق ازدواج در دین محمد در جامعه ما مقفول مانده و تبدیل به کسیفترین تجارت ها گشته است که قابل توصیف نیست. 68. بر سر سفره عقد هر مسلمانی این کلام رسول رحمت خانده می شود که ازدواج نیمی از دین است. ازدواج سنت من است و هر که از آن روی برگرداند از من نیست. حیرتا و اصفا از این همه قفلت و بقاحت و ریاکاری و بازی با رحمت خدا و این است که جوامع اسلامی دارای شقیترین و فاسدترین ازدواج و زناشویی ها در جهان گشته و شهره عالم شدند ازدواج در میان اعراب افغانی ها و نیز جامعه خود ما هر یک آینه ای از این رسوایی در جهان است تا کی می خواهیم چشم خود را بر این همه رسوایی و دروغ و ستم و معصیت در دین خدا ببندیم و تازه به مسلمانی خود هم ببالیم و همه را کافر بخانی از تکبیری ها سخن نمی گوییم که این فاجعه را به قایت رسانیدن که سراغاز و اساس برپایی زندگی است تا این حد در تضاد با دین باشد معلوم است که جامعه ای که بر این اساس پدید می آید یک جامعه ضد اسلامی خواهد بود زیرا هر آدم عاقلی می داند که خانواده ها سلول های تشکیل دهنده یک جامعه و تمدن هستند. هفتاد در اسلام ازدواج نیمی از دین و از ارکان سنت محمدی است زیرا اسلام دین ظهور انسان کامل و مذهب وحدت وجود و ظهور جمال یگانگی انسان است و دین معرفت نفس زیرا قرآن کریم همسر را ظهور نفس فرد معرفی کرده است پس ازدواج در اسلام به معنای وسال با خیشتن است که این وسال سراسر عرفانی است و برای نخستین بار خداوند در دینش وعده به دیدارش داده است از قلم رو به رابطه زناشویی پس ازدواج در اسلام یک واقعی عرفانی و معراجی و وحدت وجودی است پس واضح است به بازی گرفتن و لگد مال کردن چنین نعمت و حقیقتی چه مسئولیت و عذاب عظیمی به همراه دارد و از این منظر بهتر به راز این همه تباهی و عذاب در جوامع اسلامی پی میبریم که منحصر به فرد مسلمین است. زیرا کفران هر نعمتی به اندازه بزرگی آن نعمت است و نیز عواقب عذاب این کفران هم به همین اندازه بزرگ است زیرا اسلام دین اکمل نعمات است و چه نعمتی بزرگتر از این که حیات قریزی و زناشویی بشر مهد معراج روحانیش گردد و محل ظهور حیات سرمدی و دیدار با پروردگارش. و این است که آخر و زمان خانواده نیز از جهان اسلام برپا گشته است و جهان اسلام محور همه حوادث آخر و زمانی است و امروز اگر مسلمین به این حق عظیم و رسالت جهانی خود آگاه نشوند و مسئولیتش را نپذیرند از نیز به همین اندازه بزرگ و منحصر به فرد خودشان است